بابک، روز پرخبریه در اسرائیل از هواپیمای پرواز مستقیم از ریاض به تل آویو و سفر فرمانده نیروی هوایی ارتش امارات به اسرائیل. جزئیات بیشتر از تو بشنویم. بدون شک روز بسیار پرخبری هست در رابطه با روابط اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس، همچنین نزاع جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل. دقایقی پیش رسانه‌های اسرائیل خبر دادند که در حملات اخیر ارتش اسرائیل در سوریه، سپاه پاسداران گلوله‌هایی را از سامانه‌های هوایی خودش به سوی هواپیماهای اسرائیلی شلیک کرده و قصد داشته که جنگنده‌های اسرائیلی را هدف قرار بده، اما موفق نشده. دقایقی پیش سخنگوی ارتش اسرائیل این خبر را تکذیب کرد، اما حملات اسرائیل در سوریه همچنان ادامه داره. اما برگردیم به خبری که با آن شروع کردیم. قرار هستش که اولین هواپیمای امارات متحده عربی از خاک عربستان، از ریاض، بوئینگ 787 امارات، ساعتی دیگه وارد اسرائیل بشه. پروازی مستقیم از ریاض، عربستان سعودی، مهد اسلام قرار هستش که وارد اسرائیل بشه. این نشانه ای از نزدیک شدن روابط بین دو کشور داره که در سال گذشته هم ایالات متحده آمریکا هم خود اسرائیل و کشورهای دیگه تلاش میکنن که این روابط را به یک روابط عادی سازی تبدیل کنن. پیش از این هم گزارش هایی در رابطه با باز شدن فضای آسمان عربستان سعودی به روی هواپیماهای اسرائیلی شنیده شده بود و هرچه که نزاع بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران پیش میره، تلاش ها برای نزدیک شدن روابط بین اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس هم بیشتر میشه. امروز خبر رسید که فرمانده نیروی هوایی امارات متحده ناصر محمد علوی وارد اسرائیل شده. ما عکس ها و فیلم هایی هم از دیدار او، از یزمایش پرچم های آبی که در اسرائیل انجام میشه دیدیم که او همراه فرمانده نیروی هوایی اسرائیل در حال مانور هستش و در حال دیدن این مانور هستش. در هر حال روابط بین اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس در حال گرم شدن هست. در همان حال نزاع بین ایران و جمهوری اسلامی اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هم همینطور.